نام خاک پاک ایران، عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم که در هر کجای این گیتی فناور نشستید و این برنامه رو دارید میبینید. امیدوارم حالتون خوب باشه و بخش نخست این برنامه رو دیده باشید. قبل از آغاز بخش دوم این برنامه لازم میدونم مطالبی رو عرض کنم. در این سلسله برنامه ها نام هر فردی که آورده میشه این حق داره که در هر شرایطی در هر ساعتی از 24 ساعت شبانه روز اعلام بکنه تا بیاد و با ما به گفتگو بشینه در برنامه لایو در مقابل مردم و مطالب ما رو تکذیب بکنه و اسناد تکذیبیش رو ارائه بده. هر فردی، هر گروهی، هر حزبی، هر سازمانی که اسمش در اینجا میاد، هر کاری که میتونه بر علیه ما در رستاخیز سیمرغ بکنه، بر علیه من مهران کمالپور یا جناب سعید قاسمی انجام بده، در طول 7-8 سال گذشته که بارها و بارها این کار رو انجام دادم و فقط یک سناریوی کلیشه شده رو که وزارت اطلاعات توسط آریاسه به باوند و سیاوش امانیه ساختن و رفته رفته رسید دست جاسوسان سپاه تروریستی جمهوری اسلامی در تل‌آویو که امروز در زندان هستند به جرم جاسوسی برای سپاه و شاباک در اسرائیل بازداشتشون کرد و امروز هم دارن اونا رو آپدیت میکنن با کلیپ‌های مختلف با مطالب گوناگونی که سناریو نویسی کردن و دارن پخش میکنن. برای ما هیچ اهمیتی نداره. اگر حرفتون درسته، اگر دلیلی محکم و قانع کننده دارید، بیاین در لایو در مقابل مردم بشینید، ما رو رسوا بکنید یا از خودتون دفاع بکنید. این حداقل روراستیه که شما میتونید با مردم داشته باشید و ثابت بکنید به مردم که به فکر ایران هستید، به فکر مردم هستید و از اندک شرفی که توقع هست براندازان داشته باشن شما نیز برخوردارید. در بخش اول ما مطالبی رو اشاره کردیم، اسنادی رو نشون دادیم، اما در بخش دوم میپردازیم به ادامه افرادی که در گروه ایرانگرا هستن به علاوه یک سری مطالبی که جمهوری اسلامی و سایر سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی دارن روی مردم ایران کار میکنن تا نتونن به پیروزی برسن. مهدی حاجتی رو صحبتش رو کردیم، اما لازمه که اطلاعات دیگه ای از مهدی حاجتی رو هم دوستان داشته باشن. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز بوده در دوره پنجم شورای شهر. در اون زمان به جرم اینکه یک توییتی زده در رابطه با دو نفر از همیهنان بهایی ما که بازداشت شده بودن که 10 روز تلاش کرده تا بتونه شرایط آزادسازی این افراد رو مهیا بکنه ولی به نتیجه نرسیده و اعلام میشه که به همین دلیل بازداشت میشه و پرونده براش تشکیل میشه. میخوام یه سر بزنیم به مطالبی که در خود گوگل میتونید سرچ بکنید. این مطالب وقتی در ویکی‌پدیا هست، وقتی در چند تا سایت مثل سایت بی بی سی و سایر سایت خبرگزاری هست و اطلاعات کپی برداری شده و آقای مهدی حاجتی تا الان اعتراضی نکرده، دقیقا نشان دهنده صحت و سلامت خبر هست. بنابراین اگر این اخبار دروغه، آقای حاجتی میتونه تشریف بیاره در برنامه ما و صحبت بکنیم، بگه نه این اخباری که منتشر شده چه در بی بی سی چه در سایت های دیگه دروغه و اینها وجود خارجی نداشته. اما بریم یه سر بزنیم و با تاریخ صحبت بکنیم، ببینیم که ساختاری که سازمان های اطلاعاتی و امنیتی برای معرفی مهرهاشون دارن تا در یک زمانی در یک جایی از اونها استفاده بکنن به چه شکلی کار میکنه. این خیلی مهمه. بریم یه سر بزنیم برگردیم. خب دوستان، همونطوری که میبینید اینجا نوشته شده مهدی حاجتی، متولد 1358 در نوراباد ممسنی، کنشگر سیاسی. او عضو شورای پنجم اسلامی شهر شیراز و رئیس کمیسیون حقوق شهروندی و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز بوده است. بازداشت و دادگاه. مهدی حاجتی در فعالیت‌های خود بیشتر برای مبارزه با فساد و تقویت حقوق شهروندی متمرکز بود. در مهر 1397 خبرگزاری‌ها اعلام کردند او به دلیل حمایت از بهائیان
بازداشت و پس از آن با قرار وثیقه موقتاً از زندان آزاد شده است. دوستان، تاریخ‌ها رو دقت کنید. پس در مهر ماه 1397 خبرگزاری‌ها خبر بازداشتش رو اعلام می‌کنن. بازداشت حاجتی باعث ایجاد اعتراضاتی در داخل و خارج ایران شد. او که متأهل و دارای دو فرزند است، در تاریخ 12 خرداد 98 برای اجرای حکم دادگاه انقلاب زندانی شد. خب، مهر 97 بازداشت میشه، با قرار وثیقه آزاد میشه. در خرداد 98 یعنی برج 3398 برای اجرای حکم دادگاه انقلاب روانه زندان میشه. حاجتی 8 ماه بعد در 3 بهمن 98 و پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط مرجع قضایی از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. او در، دقت کنید، 18 آبان 1400 با انتشار تصویر احضاریه دادگاه انقلاب برای گذراندن باقی مانده دوران محکومیتش در توییتر خبر داد که از ایران خارج شده است. حالا ببینید دوستان، در 3 بهمن 98 ایشون اعاده دادرسیش قبول میشه در دیوان عالی کشور و به همین دلیل توقف عملیاتی اجرای حکم میگیره، توقف اجرای حکم گرفته میشه، به دادگاه شیراز داده میشه و ایشون از زندان آزاد میشه. بهمن میشه برج 10. در بالا خوندم براتون، حاجتی 8 ماه بعد که در زندان بوده از توسط دیوان عالی کشور که اعاده دادرسیش رو قبول میکنه از زندان آزاد شده. حالا ببینیم چقدر اصلا حبس داشته. 5 مهر 1397 مهدی حاجتی به اتهام حمایت از بهائیان به خاطر انتشار توییت حمایتی از بهائیان بازداشت شد. او از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به بیرجند محکوم شد. 1 سال زندان، 2 سال تبعید به بیرجند. خب 8 ماه از زندانیشو که گذرنده بوده، 4 ماه باقی مونده. طبق قوانین جاری در جمهوری اسلامی برای همه هم اجرا میکنن اینو، اگر خلاف زندان نداشته باشن با عفو مشروط بعد از اینکه نصف حبسشو گذرنده باشه، حتی در رابطه با متهمین سیاسی که اینجوری جرمشون در رابطه با این بوده که فقط یه توییت زدن و اینا، نصفشو که بگذرونن میگن خیلی خب آقا تو زندانم خلاف نداشتی، بیا برو بیرون. حالا ایشون 8 ماه گذرونده، بعد به خاطر 4 ماه ادامه حبسش از ایران خارج شده در 1400، یعنی در ماه آبان 1400 ایشون در توییتر خودش اعلام کرده که این برگه احضاری اومده که بیا برو 4 ماه حبستو بکش، ولی ایشون از کشور خارج شده. حالا تاریخ‌های بعدی مهمه، اینا رو نگاه کنیم. پس ایشون در آبان 1400 از کشور خارج میشه، یعنی برج 7 1400. 4 ماه بعد در 21 بهمن ماه 1400 میبینید که اینجا نوشته کنفرانس ایران بهمن 1400. در 21 بهمن 1400 اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران کنفرانس ایران را برگزار کرد که مهدی حاجتی یکی از سخنرانان آن بود. وی در پیام خود به جهان غرب اعلام کرد که هر توافقی با ایران مستلزم موافقت در مورد ضرورت انحلال حکومت جمهوری اسلامی است. او ضمن تاکید بر لزوم بازبینی سیاست‌های غربی نسبت به حکومت اسلامی اعلام کرد که مردم ایران با یا بدون حمایت سیاسی غرب دست از مبارزه نخواهند کشید. در آبان 1400 میاد بیرون، در 21 بهمن در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت میکنه. چه کسی هماهنگ کرده؟ آقای مهدی حاجتی در زمانی که رفته ثبت نام کرده برای شورای شهر شیراز،
از طرف شورای نگهبان مورد تایید واقع شده، یعنی به قانون اساسی جمهوری اسلامی به ولایت فقیه علی خامنه ای معتقد بوده که شورای نگهبان و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تاییدش کردند که بیاد بره در شورا و رئیس کمیسیون حقوق شهروندی بشه در شورای شهر. حالا در یک مقطعی تحلیل منه بر اساس آن چیزی که از روی تاریخ دارم در میارم، بر اساس شناختی که از جمهوری اسلامی دارم، بر اساس شناختی که از ساختارسازی سازمانهای اطلاعاتی امنیتی دارم تا بتونن مردم رو فریب بدن و مهره سازی کنن. در یک مقطعی بهش میگن که شما یه توییت بزن برای این دو بهایی. خیلی خوب آقای حاجتی، شما ادعا کردی برای آزادسازی دو همیهن بهایی اومدی 10 روز تلاش کردی. یک، چرا اسم اون دو همیهن بهایی رو نیاوردی؟ ما میخواییم صحبت رو راستی آزمایی کنیم. اسم اون دو همیهن بهایی رو بیار، از خانوادهش ما سوال میکنیم، پیداشون میکنیم و مطمئن باش پیداشون میکنیم، حتما پیدا میکنیم و پرسش میکنیم که آیا شما برای آزادسازی اون افراد تلاش کردی یا نکردی. این یک. دو، چرا فقط 10 روز؟ چرا 10 روز؟ شما در جمهوری اسلامی صاحب پست و منصب بودی، خودت که میدونی وقتی یک فردی به دلیل تفاوت اندیشه اونم رو ایدئولوژی مذهبی دستگیر میشه، شما نمیتونی با 10 روز تلاش توقع داشته باشی که اون فرد رو مثلا آزادش بتونی بکنی، حتی با قید وثیقه، حتی با قرار کفالت. وکلای خبره تر از شمایی که فکر نکنم رشتت حقوق باشه یا وکالت کار اصلیت باشه، نمیتونن ظرف 10 روز تضمین بدن که یک موکلی رو میتونن حتی با قرار وثیقه از زندان آزاد کنن. شما بعد از 10 روز اومدی این خبر رو چرا پابلیک کردی تو توییترت؟ میخواستی به کی چی رو ثابت کنی؟ تو داشتی برای پروموت کردن خودت این کارو میکردی یا برای اعتقادات فردی خودت؟ اگر برای اعتقادات فردی خودت بوده، چرا اومدی توییت زدی که سنسورهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه روشن بشه؟ پس مهره سازی صورت گرفته، اینجا دستور صورت گرفته، یعنی اومدن تو رو ساختنت، گفتن میری عضو شورای شهر میشی، کاندید میشی، ما تو رو میاریمت بالا و وظیفت رو برای تعیین کردن تا به اینجا. حالا در ادامه خواهیم دید که چه وظایفی داری در روزهای آینده، در ماهای آینده. همه اینها مشخص میشه که تو چه وظیفه‌ای داری و سایرین چه وظیفه‌ای دارن. اما چه کسی شما رو معرفی کرد که به این سرعت بعد از خروج از ایران در این کنفرانس‌های بین‌المللی با افراد مهم بشینی و به عنوان سخنران؟ و شما چه مسئولیتی داشتی، چه جایگاهی داشتی که به جهان غرب پیام دادی؟ و این اولین و آخرین کنفرانس زودرس شما نبوده. این خیلی مهمه. این مطلب در رابطه با آقای مهدی حاجتی که باید تکمیلی میگفتم در بخش دوم. اما دوستان، در دنیای سیاست تمام مهره ها، چه به عنوان فرد و چه به عنوان سازمان، حزب، گروه، وقتی که حرکت میکنن کاملا با همدیگه مرتبطن، یعنی مثل زنجیر به همدیگه گره خوردن و نمیتونید شما اینا رو تفکیکش بکنید، چون وقتی که تفکیک بشه یا متلاشی بشه دیگه اون شاکله اصلی وجود نداره. یعنی چی؟ گروه تروریستی مجاهدین خلق رو شما میشناسید. چرا جمهوری اسلامی میاد در واقع یک برنامه نویسی میکنه از 1359-1360 و شروع میکنه برای مردم لولو سر خرمن درست کردن از گروه های تروریست مجاهدین؟ خیلی ها فکر میکنن که عربستان از مجاهدین حمایت میکنه. چرا باید حمایت کنه؟ عربستان یک شبکه تلویزیونی را انداخته به اسم ایران اینترنشنال بر علیه جمهوری اسلامی. چرا باید این کار بکنه عربستان؟ اگر شما واقعا فکر میکنید عربستان میومده پول میداده،
80 میلیون 100 میلیون به سازمان مجاهدین. و اگر فکر میکنید یه کشوری مثل عربستان میاد تلویزیونی را میندازه به اسم ایران اینترنشنال تا بر علیه جمهوری اسلامی کار بکنه، واقعا شما از پایین ترین سطح سواد سیاسی هم حتی برخوردار نیستید. به این علت که بزرگترین بردی که عربستان، ترکیه، اسرائیل، امارات متحده عربی، کویت، تمام کشورها در جهان بردن از اشغال خاک ایران توسط جمهوری اسلامی از سال 57، جمهوری اسلامی اگر از ایران خارج بشه و مردم به خواستشون برسن، دیگه عربستان چه جایی برای بازی داره؟ اسرائیل کجا میخواد بره؟ بقیه کشورهایی که تا به امروز در طول این 43-44 سال ایران رو چپاول کردن چجوری میخوان به این غارت اموال مردم ما ادامه بدن؟ پس این یک تفکر کاملا اشتباهه که شما فکر کنید که عربستان اومده پول داده به سازمان مجاهدین. چطوری پول فرستاده؟ عراق، صدام حسین صندوق دلار رو گذاشته جلوی دست مسعود رجبی. یک نکته مهم رو در نظر داشته باشید، تصاویری که از مسعود رجبی موجوده که صندوق دلار جلوش هست، اگر اون صندوق دلار رو با صندوق‌های دلاری که توسط جمهوری اسلامی به لبنان فرستاده شد یا در مرز عراق گفتن کشف کردیم، اینا رو نگاه کنید، از یک نوع صندوق دلاره. چطور امکان داره صندوقی که میره توی لبنان با صندوقی که رفته دست مسعود رجوی رسیده یکی باشه؟ برید اینا رو چک کنید، برید تحقیق کنید. شما اگر عملیات‌هایی که سازمان مجاهدین در طول مدت زمانی که در خاک عراق کمپ داشتند علیه ایران انجام دادن رو بررسی کنید، حتی از 1354 که مسعود رجبی کروکی خونه تیمیای نیروهاشو میکشه و در اختیار ساواک قرار میده، نشون دهنده این هستش که سران این گروه که تروریستی دائما نیروهاشون رو دارن قربانی میکنن. حتی عملیات فروغ جاویدان یک بازی مرگی بود که عمدن با یک هماهنگی بین سازمان تروریستی مجاهدین با جمهوری اسلامی اتفاق افتاد تا این همه نیرو از بین برن، این همه انسانهایی که از سراسر دنیا اومده بودن، حتی مجاهد نبودن، صرفا به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی بجنگن و به این امید که جمهوری اسلامی رو میتونن نابود کنن با این پروژه، جونشون از دست دادن. وگرنه کدوم عقل سلیمه که باور کنه عراقی که از تمام کشورهای عربی از نظر مالی ساپورت میشد، از نظر تسلیحاتی تمام کشورهای دارنده تسلیحات مدرن داشتن ساپورتش میکردن، 8 سال با ایران جنگید، با ایران، با جمهوری اسلامی نمیگم، با ایران جنگید، اما نتونست کاری بکنه. کدوم عقل سلیم میتونه بگه که خب این سازمان مجاهدینی که ما دیدیم در عملیات فروغ جاویدان اومد حمله کرد به ایران، با تانک و نفربر و 4 تا هلیکوپتر میتونست تا تهران بیاد؟ نه، این یک پروژه بود که باید اون نیروها کشته میشدن، چون تعداد نیروهایی که جذب کرده بودن خیلی زیاد شده بود و سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی دیگه نمیخواستن این هزینه رو بکنن و در پلنهای بین المللی میدونستن قرار بر این هستش که کمپ اشرف از عراق باید بسته بشود تا چند سال دیگه و باید خارج بشن از اونجا. اگر اون کارو نمیکردش، مگه میتونست جمهوری اسلامی کاری بکنه که این سازمان مجاهدین انقدر بولد بشه در جهان که جزو سازمان‌های تروریستی قرار بگیره؟ چرا؟ چون نیاز داشت به این برگه برنده. وقتی نیاز داشتش که حالا اسمش از سازمان‌های تروریستی خارج بشه و بیاد جزو سازمان‌هایی که از طریق مثلا نافرمانی مدنی میخواد کار انجام بده، این کارو کرد تا باز کماکان از اسم سازمان مجاهدین برای همیهنان ما لولو سرخرمن بسازه که بگه مردم نگاه کنید، اگر ما از ایران بریم، اگر خواسته باشید علیه ما بجنگید، اگر شما ما رو سرنگون بکنید، این تجزیه طلب ها سازمان تروریستی مجاهدین، گروهک های تروریستی حزب کومولو و دموکرات و این پان ها و مان ها همه میریزن شما رو قتل عام میکنن.
ابزار دست جمهوری اسلامی برای جا انداختن این تفکر کیه؟ قطعا رسانه‌های داخلی خودشون تنها عمل نمی‌کنن. رسانه‌هایی که جمهوری اسلامی ساخته، بریم ببینیم رسانه‌ای که جمهوری اسلامی ساخت و اسمش گذاشت ایران اینترنشنال، در یک تعامل از ورود پلیس آلبانی به کمپ اشرف سه در این کشور چه تایتلی رو انتخاب میکنه و ببینیم سنسورا کجا باید روشن بشه. بریم یه نگاه کنیم برگردیم. ببینید دوستان، تایتلی که زیرش نوشته شده نوشته تمایل پایتخت‌های غربی به سوی تهران، فصل جدید رویارویی جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق. یعنی چی؟ شبکه اینترنشنال به عنوان یکی از ابزارهای خارجی دست جمهوری اسلامی، به عنوان یک رسانه، به عنوان یک تلویزیون، داره جا میندازه برای مردمی که از جمهوری اسلامی خسته شدن. شبکه‌های ملی جمهوری اسلامی رو نگاه نمی‌کنن و سعی می‌کنن اخبار رو از شبکه‌های ماهواره‌ای دنبال کنن. داره جا میندازه که جمهوری اسلامی با مجاهدین خلق دشمن هستن. مجاهدین خلق به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه و این یک دروغ بزرگه. اینها عین زنجیر به همدیگه پیوند شدن، نمیتونید اینا را آزادشون بکنید از توی هم. روزی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، مطمئن باشید که نه گروهک تروریستی به اسم سازمان مجاهدین وجود خواهد داشت و نه هیچ کدام از این گروه‌های تجزیه طلبی که امروز می‌بینید انقدر داغ و پرتمطراق دارن به دنبال تجزیه ایران بدو بدو می‌کنن و هر روز ده‌ها برنامه می‌سازن، صحبت می‌کنن، در پارلمان‌های مختلف حضور پیدا می‌کنن، حرف از خودمختاری می‌زنن، حرف از هویت ملی می‌زنن، حرف از برگشتن به هویت خودشون میزنن، هیچ کدام از اینها نخواهند بود. اما همونطوری که در اوایل صحبتم عرض کردم، تمام اینها عین زنجیر به هم وصلن، مرتبطن، چون همشون از یک آبشخور دارن آب میخورن. این اتفاقی رو که شما الان دیدید و چیزی رو که نشون دادم در رابطه با گروه های تروریستی مجاهدین خلق، میخوام ربطش رو به حزب دموکرات کردستان ایران و مشارکت در قتل عام همیهنان کردمون در رابطه با کشتار مردم کشورمون رو به شما اعلام کنم کجاست. یک ویدیویی رو میخوام به شما نشون بدم از پیروان جاش قاضی محمد، کسی که به قاضی محمد خیلی احترام میذاشت و همه تون میشناسیدش، جاش قاسملو، کسی که در معامله های مختلف با جمهوری اسلامی نتونست به توافق برسه و به علت زیاده خواهی جون خودش از دست داد و زدن کشتنش. جاش قاسملو، ببینیم در این ویدیو به خبرنگار چی میگه و چه صحبتی در رابطه با همکاری حزب دموکرات کردستان ایران با سازمان مجاهدین داره. دلایلش رو میگه، دلایل قطع ارتباطش هم میگه. با هم این صحبت‌ها رو بشنویم و برگردیم. دکتر قاسملو، شما تا مدتی قبل با مجاهدین همکاری میکردید، ممکنه راجع به علت اختلافتون با مجاهدین بفرمایید؟ ما علت همکاریمون با مجاهدین این بود که مجاهدین اعلام میکردن که به دموکراسی اعتقاد دارن و طرفدار خودمختاری هم هستن. همچنان که اطلاع دارید، شعار اصلی ما عبارت است از دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان. ما 4 سال در شورا و حتی چند ماه قبل از ورود به شورا با مجاهدین همکاری کردیم و اون موقعی که بعد از 30 خرداد سازمان مجاهدین در سال 1360 مورد حمله قرار گرفت، مورد یورش رژیم قرار گرفت، ما همه امکانات خودمون را در کردستان در اختیار مجاهدین گذاشتیم. متاسفانه 4 سال همکاری به ما نشون داد که سازمان مجاهدین به دموکراسی اعتقاد نداره و ما طرفدار این بودیم که شورا برای خودش
هویت مستقلی پیدا بکنه، در حالی که کوشش مجاهدین این بود که در واقع شورا در خدمت سازمان مجاهدین باشه. برخوردهای غیر دموکراتیک بسیاری از مجاهدین دیدیم از طرفی، بعد هم با اینکه پروژه طرح خودمختاری رو امضا کردن بعد از بحث‌های بسیار طولانی، ولی در عمل دیدیم که مثلا با خودمختاری آذربایجان و بلوچستان مخالفت میکنن و حتی اعلان کردن که اگه شورا روزی موافق باشه که به بلوچستان یا آذربایجان خودمختاری داده بشه، مجاهدین از شورا بیرون خواهند رفت. به این ترتیب ما به این نتیجه رسیدیم که این که خودمختاری کردستان به هم پذیرفتن بیشتر از روی حساب و در نظر گرفتن تناسب قواست، نه از روی عقیده به خودمختاری. و بعد اون مسئله مذاکره رو عنوان کردند که واقعا مسخره بود، برای این که متاسفانه باید بگم که الان در ایران ما تنها نیرویی که حضور داره در داخل کشور مبارزه میکنه حزب دموکرات کردستان ایرانه، و ما نشون دادیم که همون چیزی که میگفتیم که در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی هیچ کدام از خواسته های اساسی ما که مربوط به دموکراسی و حقوق ملی است در واقع تحقق نخواهد یافت، و به این ترتیب دشمن سرسخت و آشتی ناپذیر رژیم خمینی باقی مونده. شنیدید دوستان، 4 سال با گروهک تروریستی مجاهدین کار کردند، تمام امکاناتشون رو در اختیارشون گذاشتن و امروز همون شعار رو دنبال میکنن: دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان. شما این لکه ننگ رو چطوری میتونید از روی پیشونیتون پاک کنید؟ این همه خون همیهنان کرد ما روی دستان شماست. چطوری ادعا میکنید که به فکر مردم عزیز کشورمون هستید؟ چه در رابطه با دموکراسیش باشه، چه در رابطه با هویت کردی باشه، چه در هر زمینه‌ای که شما ادعا میکنید. پس دارید دروغ میگید. چرا به مردم ایران دارید خوراک مورد نیاز جمهوری اسلامی رو تزریق میکنید؟ چرا دارید بهانه میدید دست جمهوری اسلامی تا با هممیهنان ما که اومدن کف خیابون و میان کف خیابون حقشون رو مطالبه بکنن، به اسم شماها بگیرنشون و به اسم شماها بکشنشون، در صورتی که هیچ کدوم از این همیهنان نه با شما سر و سری دارن، نه رابطه‌ای دارن، نه چیزی، فقط به دلیلی که شما اسلحه دستتون گرفتید به راحتی دارید شرایط رو مهیا میکنید. دقیقا مثل همون جلسه‌ای که در اسلو پایتخت نروژ گذاشتید 3 سال پیش و یک سری از کدهایی رو دادید در اقلیم کردستان تا سپاه اونجا رو با توپ بزنه، و با مردم ایران هم دارید همین کارو میکنید در یک تعامل و هماهنگی 100% مستقیم و کامل با اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات دارید کاری رو میکنید. شما هم گروهک تروریستی دموکرات کردستان ایران، هم کماله دارید کاری میکنید که جمهوری اسلامی دلش میخواد و از شماها، از گروه تروریستی سازمان مجاهدین داره ابزاری میسازه که بزنه تو سر ملت ایران. اما چرا اینو گفتم دوستان؟ خب اینجا دیدید که گروهک تروریستی دموکرات کردستان ایران با گروهک تروریستی مجاهدین خلق با هم دیگه تعامل داشتن، قطع همکاری میکنن بعد از 4 سال. اینکه از پرونده سیاسیشون هیچ وقت پاک نمیشه، موجود خواهد بود. اینکه ما اشتباه کردیم و اون کارو کردیم، اشتباه کردیم این کارو کردیم، اشتباه کردیم به سمیر حسین اعتمادی، این حرفا فایده نداره. اما همه شما با ماهیت یک حزبی به اسم شورای مدیریت گذار حسن شریعت مداری آشنایی دارید. خب شورای مدیریت گذار که توسط شهریار آهی و تئوریسین بودن کسی به اسم براندا شفر و برنارد لوی
طراحی میشه و اصلا شریعت مداری میشه دبیر کلش، افرادی مثل مهران براتی، ضیاء صدرالاشراف و خیلی از این تجزیه طلب ها در اون هستن، اومدن ائتلاف کردن با حزب دموکرات کردستان ایران. دقت کنید، سازمان مجاهدین در یک دوره‌ای با حزب دموکرات کردستان با هم بودن، بعد اینکه میره کنار، بعد چند سال پیش شورای مدیریت گذار با حزب دموکرات کردستان تعامل میکنه و ائتلاف میکنه. از طرف دیگه حزب سکولار دموکرات اسماعیل نوری علا با شورای مدیریت گذار ائتلاف میکنه. از طرف دیگه شبکه فرشگرد میاد با شورای مدیریت گذار ائتلاف میکنه. حالا ببینیم این افراد دنبال چی هستن؟ و یک شبکه‌ای به اسم شبکه فرشگرد که مدعی بود به دنبال شبکه سازی است تا بتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه و اون همه های و هوی رو انداخت، توی اینستاگرام این همه لایو گذاشتن در رابطه با آموزش مسائل امنیتی و فلان و بمدان، امنیتی که نه، مبارزات خیابانی به صورت نافرمانی مدنی، به نتیجه نرسید. اما نیومد شیوهش رو عوض بکنه در شبکه فرش کرد، بلکه اومد اسمش رو عوض کرد، یعنی گفتش که حزب ایران نوین. اعضای شبکه فرش کرد اومدن دیدن توی شبکه فرش کرد نمیتونن کاری بکنن، گفتن خیلی خب از این به بعد میخوایم حزب ایران نوین باشیم. چرا حزب ایران نوین؟ در بخش نخست عرض کردم یکی از ترفندهایی که سازمانهای اطلاعاتی امنیتی میزنن همینه. یعنی یوری بزمنوف یکی از اساتید برجسته دانشگاه کاگبه در مسکو اعلام میکنه، میگه این یکی از روش ها هستش که اون نمادها، اسامی، اساطیر، قهرمانان، پهلوانان، هر نمادی که مردم یک کشور به عنوان یک ارزش ملی میشناسنش و یا اون موضوع براشون مهمه و روش تعصب دارن و بهش آویزون میشن و انقدر دستمالیش میکنن تا جایگاهش از دست بده. اون جایگاهی که داشته در ذهن مردم تقلیل پیدا میکنه، میاد پایین و فید میشه، از بین میره. خب در برنامه نخست گفتم اندیشکده کوروش، این همه اسم، چرا کوروش؟ و حزب ایران نوین. ببینیم حزب ایران نوین آیا این تحلیلی که من دارم میدم بر اساس گفته های یوری بزمنوف درست هست یا درست نیست. کسی که ریک تو کفشش نباشه در معرفی نوع فعالیتی که میخواد بکنه، چه در قالب یک شرکت، چه در قالب یک سازمان، نهاد، حزب، هرچی، گروهش رو به مردم درست معرفی میکنه. و علم روانشناسی میگه در گام نخست اون چیزی که فلبداهه میاد بیرون اون درسته، چون حواسشون نیستش. اینا فکر میکنن خیلی زرنگن، فکر میکنن خیلی زرنگن. اما ببینیم بیانیه حزب ایران نوین در پاراگراف اول چه چیزی رو نوشته. خب ببینید دوستان، این از کیهان لندن که در همون زمان منتشر کرده و خیلی جالبه که احمد رفعت همیشه بدو بدو اولین نفر برای ایران ستیزان رو پوشش میده. بیانیه اعلام موجودیت حزب ایران نوین توسط فرشگرد. حزب ایران نوین نام خود را از حزبی با همین عنوان میگیرد که در سال 2522 شاهنشاهی برابر با 1342 خورشیدی در ایران بنیان گذاشته شد. حزبی با اعضای جوان که با رویکرد نوین خود بیش از یک دهه در جهت برآورده سازی اصول مترقی انقلاب سفید کوشید و توانست نقشی مؤثر و بنیادین در این راستا ایفا کند. حزب ایران نوین با برخورداری از نگاه مترقی و مدرن به سیاست و جامعه و با کمک تکنوکرات میانپرست و تکیه بر روش‌های علمی مدیریت توانست تجربه‌ای درخشان در تاریخ کشورداری ایران رقم بزند و سهمی غیر قابل انکار در دستاوردهای آن گذشته پر افتخار داشته باشد. خب دوستان، پاراگراف اولو دیدید؟ گویم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟
حزب ایران نوین در 1342 خیلی افتخاراتو برای کشور ما کسب کرد. چه ربطی به شما داره؟ چرا از اون نام استفاده کردید و چرا نام حزب ایران نوین رو خراب میکنید؟ علت اون جایگاهی که متلاشی میکنن هیچ. پس وردا توی ایران اگر اینها هم نباشن و هر گروهی بخواد بیاد از این نام استفاده بکنه، انقدر دستمالی شده که ذهن مردم خرابه و دیگه سمتش نمیرن و اون اثر رو نداره. حالا شبکه فرشگرد چه کاری میتونسته بکنه که با اسم فرشگرد نکرده، نتونسته بکنه، مجبور شده بیاد تو حزب ایران نوین اون کار انجام بده؟ قطعا هیچی، صفر، کارنامه صفر. امیر حسین اعتمادی دائما اشتباه و افتخارش هم این هستش که خودشو معصوم نمیتونه از خطا کردن. کسی که کار سیاسی میخواد بکنه، اونم در برابر یک کشور و کسی که در کنار پادشاه ما ایستاده، اصلا نمیتونه در یک همچین جایگاهی همچین صحبتی بکنه. بعد بیاد بره حزب ایران نوین رو بزنه با چه کسانی؟ با کسی که میاد در کنار حجت کلاشی میشینه، حامد شیبانی فر، میگه ما میخواهیم به نسل جوان آموزش بدیم که مشروطه فقط پادشاهی نیست، بلکه از دل مشروطه میتواند جمهوری هم بیاد بیرون و ما دنبال این هستیم که این کار رو انجام بدیم. بعد همین افراد، امیر حسین اعتمادی و دیگران، میرن در اندیشکده کوروش که در برنامه قبل بهتون نشون دادم شرکت میکنن، با کسی هم آخر میشن که اسمش حجت کلاشیه، که در طول این سلسله برنامه ها به حجت کلاشی خواهیم رسید و به تفسیر باید در رابطه باش اسنادی رو منتشر بکنیم که برای اولین بار منتشر خواهد شد. مصاحبه هایی رو منتشر میکنیم که تا الان کسی ندیده است، اسنادی رو ازش منتشر میکنیم که تا الان هیچ کس ازش اطلاعی نداشته است. بعد ببینیم که افرادی که در این گروه ایرانگرا زیر مجموعه اندیشکده کوروش با پولهایی که بابک شکرابی داره هزینه میکنه از کجا سر بیرون میزنه. بریم به بقیه افراد، چند تن دیگه از این افراد در گروه ایرانگرا بپردازیم، ببینیم اینها کیا هستن. خب دوستان، محمود ابتهی یکی دیگه از اعضای ایرانگرا که اسمشو دیدید در لیست، ایشون هست. کسی بوده که در حزب سکولار دموکرات اسماعیل نوری‌علا فعالیت میکرده، اونجا آموزش دیده و اونجا کار میکرده. در بسیاری از برنامه های مهستان یا مهستان به عنوان مجری و مدیر برنامه بوده که اونجا برنامه رو اجرا میکرده و خیلی از جاها هم سخنرانی کرده، مصاحبه باش زیاده. ببینیم چه کسیه. این توییت رو در 4 ژانویه 2023 زده. ملت ایران اراده که جمهوری اسلامی را به زیر بکشن و این کار را خواهند کرد. من اینو متوجه نشدم منظورش چیه. میخوام بگم که فقط ببینید سطح سواد نوشتن یک توییت ساده رو هم ندارن. ملت ایران اراده که جمهوری اسلامی را به زیر بکشند و این کار را خواهند کرد. خب بریم توییت بعدیشو ببینیم چیه. شنیدنی و آموزنده. دکتر رضا عرب، متخصص زبانشناسی اجتماعی در گفتگو با فریدون. دقت کنید دوستان، عمام پرانی یک حرکت انقلابی و یک کنش رهایی بخش است و به شهروندان فرصت کنشگری در متن انقلاب ملی را می‌دهد. عجب، این جای بحث داره. عمام پرانی رو داشته باشید. خب عمام پرانی یک حرکت ملی شد، یک جنبش شد، یک پتانسیلی شد که توانایی پیروزی رو داره. اولا این فرد رضا عرب کی هست؟ رضا عرب یک اصلاح طلب. خب برید گوگل کنید، اطلاعاتشو بخونید، پیدا میکنید. چرا این شخص آقای محمود ابتهی باید از اون بیاد یاد بکنه؟
چرا فریدون میره با یک همچین شخصی مصاحبه میکنه. فریدون میدونید علیرضا کیانی هست، که این علیرضا کیانی هم بهش خواهیم رسید، چه کسی هست، از کجا اومده، کجا بوده، چه اندیشه‌ای رو دنبال میکنه و چه جوری لباس عوض کرده به اسم پادشاهی خواهی اومده نقش آفرینی میکنه. اما در یک برهه‌ای از زمان مردم ایران و خصوصا نسل جوان اعلام کردند که اون خشم و نفرتی که از جمهوری اسلامی دارن و به این شکل بیان میکردن که رو هر تیره برق یک آخوند آویزون میشه. خب طبیعیه که در یک همچین شرایطی آخوندها وحشت میکنن و وقتی آخوند وحشت بکنه قطعا کار جمهوری اسلامی زار خواهد بود. اومدن اصلاح طلبان و سیستم امنیتی یک پروژه اجرا کردن به اسم امام پرانی. یکی بیاد اپویسد بزنه پشت کله یک آخوند، یه امامه پرواز کنه، آتش خشم مردمی فروکش میکنه میاد پایین، میگن بالاخره دیدمونو خالی کردیم، اپوش زدیم زیر کله یه آخوند، امامش پرید. و اینو جوونهایی که آدرنالین خونشون بالاست، نوجوانهایی که دوست دارن کاری انجام بدن اما زورشون نمیرسه و مطمئن هستن در زمان دویدن آخوند تنبل نمیتونه بدو بگیرتش، از خداش اپوش میزنه میره و این ویدیوش منتشر میشه و اون خشم مردم فروکش میکنه. اینو بهش میگن پروژه آتش نشانی، پروژه‌ای که خشم مردم رو داری کنترل شده از توی ذهن و قلب و روحشون میکشی بیرون و آب میریزی رو آتیش خاموشش میکنی. این پروژه پروژه‌ایه که اجرا شد و مجله فریدون از زبان رضا عرب اینو اومد بازگو کرد و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و دیدید این ویدیوها چطوری وایرال میشد. و آقای محمود ابتهی هم در این قالب نقش آفرینی خودشو داشته. حالا بریم بقیه توییتاش هم ببینیم تا آخرش ببینیم به کجا میرسیم. خب اینجا رو من این توییتو انتخاب کردم که فقط ببینید محمود ابتهی در رابطه با مهستان، وقتی میگم تو مهستان بودن الکی نمیگم، در رابطه با استراتژی بحثی که آقای علی اصغر سلیمی داشتن تبلیغ کردن. اینو گذاشتم به عنوان سند که ایشون در مهستان آقای اسماعیل نوری علا حضور داشتن. اما اینم یه سند دیگه است که از مهستان باز نقش سازمان‌های سیاسی و مردم نهاد در رستاخیز پیش رو. ببینید کسی فکر نکنم باشه در بین مخالفین جمهوری اسلامی که اسماعیل نوری علا و همسرش شکوه میرزادگی یا شکوه فرهنگ رو نشناسه و سابقه تباه سیاسیشون رو خبر نداشته باشه. حالا در یک بخشی یکی از مقاله هایی که اسماعیل نوری علا نوشته و دائما از استبداد صحبت میکنه در زمان قبل از سال 57 و براتون اینجا نشون میدم که ببینید کماکان عقده و کینه‌ای که نسبت به حکومت شاهنشاهی داره تو دلش هست. محمود ابتهی رئیس شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان، کرونا و آینده ایران. ایشون یک جایگاه بالایی در حزب سکولار دموکرات داشتند، بنابراین رئیس شورای مرکزی حزب بودند. بسیار عالی، یک فردی که جمهوری خواه بودند چجوری ایرانگرا میشه؟ دوستان خودتون جواب بگیرید. بله، گفتگوی تلویزیون میهن، دوستان تلویزیون میهن میدونید مال کجاست؟ با آقای محمود ابتهی عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان، حالا نوشته لیل لینیان.
اینجا این چیزی که کوتاه می‌بینید برای شورای مدیریت گزاری که آقای محمود ابتهی پخش کرده، نظرهایی در مورد آینده پساکرونایی جهان و ایران از اسماعیل نوریعلا که شورای مدیریت گزار که منتشر کرده. لوگوشو اگر دقت کنید لوگوی شورای مدیریت گزاره، آقای ابتهی هم همونو منتشر کرده و سیاست شورای مدیریت گذار در گفتگو با احزاب. ببینید دوستان، اینی که میگم دنیای سیاست این زنجیر به هم دیگه متصله اینجاست. این افراد که در سازمان یا در حزب سکولار دموکرات بودن با شورای مدیریت گذار قبول کردن ائتلاف کنن، مثل شبکه فرش کرد، و امروز در این مجموعه ایرانگرا هم هستن و میخوان نقش آفرینی کنن برای ملت ایران. حالا بعدیش، به به، باز دوباره شورای مدیریت گذار رو ریتوییت زده محسن سازگارا، دبیر شورای گذار: حدود 1,000,000 ایرانی مبتلا به ویروس کرونا. اصلا اینش مهم نیست که محسن سازگارا تروریست سپاهی چی گفته، فقط مهم اینه که آقای محمود ابتهی در 17 آپریل 2020 اینو ریتوییت زده. به به، آقای محمود ابتهی دیگه آدمتر از تجزیه طلبی به اسم مهران براتی پیدا نکرده، اونم در تلویزیون کلمه که مال جمهوری اسلامیه. گفتگوی دکتر اسماعیل نوریعلا و مهران براتی در تلویزیون کلمه، 17 اسفند 1398. کی ریتوییت زده؟ 7 مارس 2020. September 29, 2019، آشنایی با شورای مدیریت گذار توسط آقای محمود ابتهی ریتوییت میشه. ببینید کیا رو ساپورت کردن اینا. این چیزیه که آقای ابتهی نوشته: آلترناتیو سکولار دموکرات و دشمنانش. بذارید من این پرچم از رو صورتش بردارم پس هر نگی ما نبودیم. آیا هنگامی که سکولار دموکرات های گرد آمده در زیر پرچم جنبش سکولار و دموکراسی ایران خواهان ایجاد تنها اردوگاه اپوزیسیونی است که هنوز آلترناتیو خود را به ملت ایران ارائه نکرده است؟ مگه ملت ایران آلترناتیوش را از شما خواسته؟ ملت ایران که سالیان سال آلترناتیو جمهوری اسلامی را بلند داره داد میزنه و خواهان بازگشت پادشاهش به کشور هست. فریب همه با هم جز دشمنی آشکار با این اردوگاه و ایجاد مانع بر سر راه این اپوزیسیون که بزرگترین حامیان را در درون ایران دارد برای ملت ایران سود دیگری دارد؟ آقای ابتهی، شما بیایید ثابت کنید که سکولار دموکرات بزرگترین حامیان رو در داخل ایران داره و حامیانش بیشتر از حامیان پادشاه هستش. شما به چه عنوان اسم خودتو ایرانگرا گذاشتی وقتی روبروی خواست 80 میلیون ایرانی ایستادی؟ اما آقای محمود ابتهی از چپی ها هم گذاشته. در 20 آپریل 2019 برنامه این هفته مهستان سخنرانی منصور اوسانلو: سیل و ورود نیروهای خارجی و راهکار مشترکی برای آن. این راهکارها ماهکارهایی که گذاشتی چی شد؟ به کجا رسیده اصلا؟ اصلا منصور اوسانلو چه تخصصی در این زمینه داره؟ یه آدم فسیل چپی چی میتونه بگه در این رابطه؟ من نمیفهمم. آقای محمود ابتهی اومده یه ریتوییت زده از مهستان: چرا سکولار دموکرات ها از سوی رسانه‌های مانند صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، رادیو زمانه و مانند آنها در بایکوت خبری هستند؟
آیا این به رویکرد فریبکارانه همراهی آنها با حکومت اسلامی باز می‌گردد؟ چه دست‌هایی در تلاش برای پنهان نگه داشتن سکولار دموکراسی هستند؟ عجب، شما که دائما تو تمام رسانه‌ها هستید، تو ایران اینترنشنال و توی صدای آمریکا و همه جا که هستید، که اگر یه روز خودتون نباشید، همرزماتون در سکولار دموکرات هستن، یزدیان بوده، بقیه‌تون همتون بودید، کجا شما بایکوتید؟ کی شما رو بایکوت کرده؟ همین الان نشون دادم در میهن و کلمه که صحبت کردید. حتما دوست دارید CNN هم بیاد باهاتون مصاحبه بکنه، فاکس نیوز هم بیاد باهاتون مصاحبه بکنه، همه اینا بیان با شما مصاحبه بکنن. کجا هستید اصلا؟ شما کی هستید اصلا؟ پیش مردم ایران اسم و رسم شما محلی از اعراب داره که اینها وقت بذارن بیان با شما مصاحبه بکنن؟ بعد همین آقای محمود عبتایی که با صدای آمریکا و با جایدیه مصاحبه داره، که اینا رو نمی‌بینید؟ شما خودتون که اسمشو گوشین رئیس شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات، که این یعنی عضو شما نبوده، اینم بایکوت بوده. اما بعد